سلام، تویی؟ چی شده این وقت شب؟ اتفاقی افتاده؟ چیزی شده؟ نه هیچی، فقط خوابم نمی برد. خوابت نمی بره و ادامه بده، چی میخوای بگی؟ تصمیمم عوض شده، میخوام تا آخر هفته بریم. فردا برو دفتر هواپیمایی تاریخ بلیطا رو عوض کن. باشه فردا میرم. اما نمیخوای بگی چی شده؟ گفتم چیزی نیست. ولی من فکر میکنم من حوصله حرف زدن ندارم. باشه فردا صبح هم حرف میزنیم. شب بخیر. شب بخیر. سلام پوران خانوم، اگر از حال ما بخواهید، خوب نیستم، اصلا خوب نیستم و بدتر هم میشوم. اگر شما بخواهید که آشیانه خوب و راحتمان را به دست خود آتش بزنید، پوران خانوم، همسر مهربانم، با من و زندگی ما مهربان باش، آینده بین باش، که اگر نباشید جزایی یعنی چی مامان؟ جزایی یعنی همون جیز، بقیه شو بخون. جز جدایی و طلاق انتظار تو و مرا نمی کشد. آن تو واقعا از هم جدا شید؟ نه، این حرفا چیه؟ بقیه شو بخون. اگر خوشبختی خودت و بچه های عزیزمان را می خواهی به توصیه من گوش کن. با حرف های امپراتور یعنی همان پدرت مخالفت کن و با کمک من املاک من را یعنی همان املاکت را بفروش تا همگی مثل یک خانواده خوشبخت از ایران برویم و در جای دور از قیل و قال به خوبی و خوشی با هم زندگی کنیم. دیگر تصمیم با خودت است. می توانی خوشبختی را انتخاب کنی، می توانی بدبختی را انتخاب کنی. همسر فعلی شما قربانت خسرو. تموم شد. بابا اینو داد، 10 تومن هم داد تا اینو برات بخونم. ما حالا ما میریم خارج؟ نه، اون کاغذ رو بیارم بدیم به من. خودتونم بریم به درساتون برسیم. بی سواد تصمیم با سین نوشته. دست شما درد من. طلبکاره. چی؟ این دیگه طلبکاره. نه زنمه. نمیخوای جوابشو بدی؟ ماست بزن کن خفه کن. خفهش کن دیگه. چشم. رخصت. خدا بده فتح و فرصت. مجبورت میکنم جواب بدی. بی سواد. قربانت با قاف نه با قین. چیه؟ چی شده؟ سلام قربان. از دادگاه براتون یه احضاریه اومده. باید خودتون رو به قاضی پرونده جلالی معرفی کنین. تا کی؟ یه مهلت 72 ساعته دادم. سلام جناب کامیاب. سلام. گفته بودی دنیا دنیای معامله است، اما انگار دنیای مجادله شده. یه احضاریه برام اومده. Thank you.
فرانک خانم، تو آسمونا دنبالتون میگشیم، رو زمین پیداتون کردیم. خایسا خایسا توصیه من گوش کن، با حرف امپراتور یعنی همان پدرت مخالفت کن و با کمک من املاک من را یعنی املاکت را بفروش تا همگی مثل یک خانواده خوشبخت از ایران برویم و در جای دور از این قیل و قال به خوبی و خوشی با هم زندگی کنیم. دیگر تصمیم با خودت است. می توانی خوشبختی را انتخاب کنی، می توانی بدبختی را انتخاب کنی. همسر فعلی شما قربانت خسرو. قربانت هم با قن نوشته بی سواد. ببینی؟ مثل بچه هاست. مثل بچه ها حرف میزنه، مثل بچه ها رفتار میکنه، مثل بچه ها هم تهدید میکنه. تقصیر خودته. خودت این بچه تو بعد تربیتش کرد. دیک به دیک میگه رود سیاه. اینقدر نیش و کنایه نزن. به جای حرفا بگو ببینم میخوای چیکار کنی. یعنی میخوایم چیکار کنیم؟ با سلوکی صحبت کردم. فکر کنم یک کاسه زیر نیم کاسه است. البته همه حساب کتابای دفاتر رو چک کردم. هیچ مشکلی نیست. همه چیز مرتبه. سلوکی میخواد یه جورایی بگه که یه چیزایی میدونه. که گویه بدون دست خوش ماجرایی رو نمیگه. اون روباه مکار زرنگتر از این حرف هست. بهش زنگ بزن، بشینیم باش حرف بزنیم. ببینیم چیزی میدونه یا نه. و اگه خواست معامله کنه؟ باش معامله میکنیم. سلام. سلام. مادم با هم نهار بریم بیرون یکم با هم حرف بزن. ممنون، من زهرا نهار نمیخورم. یعنی میخورم اما ببین پوران، من زندگیمونو دوست دارم، مغازمونو دوست دارم، خونمونو دوست دارم، ماشینمونو دوست دارم. من نمیخوام زندگیمون از هم بپاشه. میفهمی چی میگه؟ را بیافت. به چه امیدی را بیافتم؟ باز فیلم دیدی؟ گفتم را بیافت بریم. امیدی هست؟ خسرو. بله چشم. بفهم. یعنی فکر میکنی اونا سند همه مالانبالشون آوردن بدن به کامیا؟ نه بابا، فکر نکنم بخوای این کارو بکنن. نگاه کن دوماد کوچیکه چاش بلند شد. این اسناد و مدارک که کل اموال من و پورانه، البته متعلق به شماست. بفرم. تو یه فیلمی دیدم من. خسرو. بله. بیا بش. چشم. ببخشید. این هم اسناد و مدارک اموال من و امیره. برای نقل و انتقالش هم هر وقت خواستید حاضریم. حالا دیگه برید. شب همگی بخیر. شب بخیر. پوری تو که میگفتی؟ من تازه گفته بودم قهوه بیارن برامون. میرن خونه هاشون، قهوه شون همونجا میخورن. برید شب بخیر. بله خونمون قهوه داری. شب بخیر. دارید میرید، این کاغذ پاره ها رو با خودتون ببرید. من احتیاجی به اینا ندارم. آفرین. آفرین. میشه به ما هم بگید ماجرا چیه؟ شما مشکل مالیتون حل شد؟
من مشکل مالی نداشتم. نداشتی؟ پس چرا از ما خواستین اسناد و مدارک اموالمون رو بیاریم براتون؟ برای اینکه امتحانتون کنم. در چه موردی امتحانمون کنین؟ اینکه از من چقدر حرف شنوی دارید. هوا سرد شده، من میخوام برم تو، اما شما بمونید قهوتون رو بخورید بعد برید. تو مثل این که از این سیرک خوشت نیومده، نه؟ نمیدونم چی باید بگم آقای کامیاب. نمیدونم یعنی خوشت نیومده، اما من فکر میکنم از ادامهش خوشت بیاد. اسماعیل، پاکت هر کسی رو بده دست خودش. خانم پوران کامیاب. خانم توران کامیاب. این هم مالشون. اینا چیه؟ من دیگه میخوام خودم رو بازنشسته کنم، برای همین میخوام تمام اموالم رو واگذار کنم به شما. آفرین، هزار آفرین، تشویق کنید، خواهش میکنم، آفرین. ببخشیم وسط حرفتون پریدم، شرمنده. میگفتیم تو اون پاکت ها لیست اموالیه که قراره بهتون واگذار کنم. همه چیز به طور مساوی بینتون تقسیم شده. تا چند روز دیگه تمام اموالی که لیستش دستتونه به طور قانونی بهتون واگذار میشه. آفرین، آفرین، آفرین. حالا از پایان این سیرک خوشت اومد؟ من بازم نمیدونم چی باید بگم جناب کامیاب. اما من میدونم چی باید بگم. من اینقدر خوشحالم، اینقدر خوشم اومده، از خوشحالی تو پوست خودم نمیگنجم. جناب کامیاب، بذاریم ببوسمتون، بذاریم دستتون رو ببوسم. بله، لطفالی مستدام، بازم تشکر میکنم. جناب کامیاب، دوستتون دارم. هوا سرده، من میرم تو. آفرین جناب کامیاب، بازم آفرین، ممنونم ازتون. بزرگی کردم، میشه پاکتتون رو ببینم؟ لای خانم بذاری. مبارک باشه، همه جا مبارک باشه. به به، رو هم بدونم سیبن بکنم. ببین، مغازه زنجیری صوتی تصویری باز میکنم، هر جای شهر. دیگه چی میخوایی؟ پوری جان، میبوسم خسرو و شرک. این پشت ستاره فلزیش قلبی از طلا داره، ظاهرش خشن اما خیلی خیلی مهربونه. نسبت به سهمت اعتراضی داری؟ فکر میکنی کمه؟ نه اصلا. پس چی؟ خب چطور بگم؟ منمن نکن، حرفتو بزن. خسرو یه چیزی به من گفت که فکر میکنم حرفش درسته. مگه اون حرف درستم بلده بزنه؟ حالا بگو ببینم چی گفته؟ گفت این عادلانه نیست. عادلانه؟ چی عادلانه نیست؟ خسرو گفت که خب منم با حرفش موافقم. گفت اگه جرأت گفتن حرفتو نداری پاشو برو، داری حوصله‌مو سر میبری. خسرو گفت ما، یعنی من و توران، برای اینکه به شما نشون بدیم که چقدر برامون مهم هستین و حرفتون چقدر برای ما ارزش داره، حاضر شدیم تمام اموالمون رو به شما بدیم. اما لیا در واقع کاری نکرده، چیزی نداشته که بخواد به شما حرف گوش کنیش رو نشون بده. خب این عادلانه نیست که شما هر ستای ما رو به یه چشم نگاه کنید.
برو بگو همه بیان اینجا. چشم. چیزی رو که میخواستم بعدن بگم تصمیم گرفتم امشب بهتون بگم، اونم برای این که بدونید حرف شنوی هر سه شما از من برام مهمه. لیا؟ بله. من نظرم درباره ازدواج تو با اون پسر عوض شده. فردا صداش کن و حلقه تو بهش پس بده. اینم یه امتحانه علکیه دیگه است. اگه اینجوریه باشه فردا صداش میکنم و حلقمو بهش پس میدم، بعدش هم بهش میگم برو دیگه پیداش نشه. من جدی گفتم دیگه با این ازدواج موافق نیستم. دارین با هم شوخی میکنین دیگه، دارین سر به سرم میذارین مگه نه؟ نه، من کاملا جدی دارم باهات حرف میزنم. صداش کن، حلقتو بهش پس بده و بگو همه چیز تموم شده. و اگه نخوام این کارو بکنم؟ هیچ چیز از اون لیستی که تو پاکتی که تو دستته به نامت نمیشه، نه حالا نه هیچ وقت دیگه. من هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام، فقط میخوام به هم اجازه بدین که باهاش ازدواج کنه. اجازه میدین؟ نه. اما من میخوام که باهاش ازدواج کنه. اگه میخوای با اون پسر ازدواج کنی باید برای همیشه این خونه و خانواده رو فراموش کنی. حالا میتونی بری تو اتاقت. اگه لعیا بخواد به اون پسر ازدواج کنه همه چیز من بین شما دو نفر تقسیم میشه. شما میتونید برید. شب بخیر. شبتون بخیر. نمیخوای برگردی بری باهاش حرف بزنی؟ با کدومشون؟ رئیس یا لعیا؟ نگران کدومشونی ها؟ شب بخیر. نوکرتم اینه او سانچو، سانچو نوکر دونکی شد، اصلا نوکرتم اینه او لالی، لالی نوکر زورو. آخه تو که این فیلم ها رو ندیدی نمیدونی دارم چی میگم. با این حال نوکرتم. تو که تا همین دیروز میخواستی ازم طلاق بگیری. طلاق؟ من؟ بابا علکی گفتم. من میخواستم خودم رو برات روز کنم، میخواستم بهت ثابت کنم که چقدر به زندگیمون علاقه مندم. تو از شونت مانی من مغز خر خوردم که بخوام از همچین زنی طلاق بگیرم. خیلی خوشحالم که حرفتو گوش کردم، خیلی خوشحالم. بخون پوری، بخون. چی بخونم؟ آواز بخونم؟ نه با آواز چیه؟ لیستو بخون، اون لیستو یه بار دیگه دره رو بخون. این الان خوش آوازترین ترانه دنیاست. کاش میکروفون داشتیم صدام دالبی سوران پخش میشد، میرفت تو پی و گوشت استخونام. بخون پوری، فقط بخونش، بخون دیگه. دست بزنی مامان پوری، مامان پوری، مامان پوری. میخوای زنگ بزنی از لعیا طرفداری کنی؟
میخوای زنگ بزنی برگردم با رئیس حرف بزنم؟ اما زنگ نمیزنی، نمیتونی، یعنی حوصله‌شو نداری. دوست داره. یه پدر همیشه بچه هاشو دوست داره. معلومه که دوست داره. مثل خورشید که زمینو دوست داره، مثل باد که علفو دوست داره، مثل دریا که موجاشو دوست داره، مثل هر چیز خوبی که یه چیز خوب دیگر رو دوست داره، اونم تو رو دوست داره. اون اگه حرفی زده، مطمئن باش که از ته قلبش نبوده. خدا کنه. چون اگه دوستم نداشته باشه، دنیا اگه گلستونم باشه برام خارستون میشه. شیرینیاش برام تلخ میشه، روشنیاش برام تاریک میشه، گرمیش برام سرد میشه و بعدش من میمیرم. به خدا که میمیرم. شما با هم شوخی کردین که نمیخواین دیگه با رضا ازدواج کنم. شوخی کردین که گفتیم باید از این خونه برم، مگه نه؟ نه، اصلا شوخی نکردم. اگه بخوای به حرف من گوش نکنی، باید برای همیشه از اینجا بری. خدا کنه فردا که از خواب پا میشم بفهمم یه خواب بد دیدم. یه خواب بد که تو شما این حرفا رو بهم زدین. ازتون خواهش میکنم این شرطو برام نذارین. تا فردا صبح وقت داری فکراتو بکنی. شب بخیر. من تو زندگیم هیچ وقت از حرفم بر نگشتم. هیچ وقت. پس ازم نخوا که حرفمو پس بگیرم. تا فردا صبح وقت داری تصمیمتو بگیری یا انتخاب کنی. شب بخیر.